خیزش مردم و جوانان شورشگر کرج با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و وای به روزی که مسلح شویم. 9597 فلکه اول گردش گاز اشکاور زدن، حمله کردیم به نیروی انتظامی، گاز اشکاور زدن. خیزش دلیرانه مردم و جوانان کرج که بعد از ظهر سه‌شنبه 9 مرداد ماه در فلکه اول گوهردشت با شعارهای توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه و گرانی، تورم، بلای جان مردم و ملت گدایی می کند، آخوند خدایی می کند آغاز شده بود تا پاسی از شب ادامه یافت. در جریان این تظاهرات مردم به جان آمده شعار می دادند گرانی، تورم، نداریم ما تحمل، مرگ بر دیکتاتور، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، دشمن ما آخونداست، دروغ میگن آمریکاست. دبیرخانه شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیه‌ای در این باره اعلام کرد نیروی سرکوبگر انتظامی، گارد ضد شورش، پاسداران و آدمکشان لباس شخصی رژیم با حمله به مردم و پرتاب گاز اشکاور در صدد پراکنده کردن جمعیت برآمدند. اما جوانان با مقاومت و جنگ و گریز به مقابله پرداختند. آنها با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، وای به روزی که مسلح شویم، تا دیکتاتور رو کار قیام ادامه داره، به درگیری با بسیجیان جنایتکار پرداختند و آنها را وادار به فرار کردند. جوانان برای مقابله با وحشیگری‌های مزدوران به سنگرمندی پرداخته و با خوابیدن در کف خیابان مانع رفت آمد خودروها شدند. درود به همه هموطنهای عزیزم، فلک اول گوهردشتیم، اونا مأمورای ضد شورش سرکوبگر، اونا جوانهای معترض. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با درود به مردم دلیر کرج، اصفهان و شیراز و دیگر شهرهای به پا خواسته گفت سرمنشأ تمامی تیره روزی‌های ملت ایران استبداد دینی حاکم بر ایران است که هر سو نسل میهن ما را برباد داده است. اکنون دنیا به چشم می‌بیند که به رغم سرکوب گسترده فاشیسم دینی، قیام سراسری مردم ایران هر روز شعله برتر می شود و دیکتاتوری ولایت فقیه را در تنگنا قرار داده و از فرارسیدن بهار آزادی در میهن اسیر خبر می دهد. گوهردشت کرج 9 مرداد. Thank you.
خطری آوازی. نهم مرداد 97 شیراز. در شیراز جوانان این شهر در خیابان ملا صدرا تظاهرات کردند و خشم خود را علیه بیکاری و استبداد آخوندی ابراز کردند. ماموران سرکوبگر رژیم با گاز اشکاور و اسپری فلفل به تظاهر کنندگان حمله کردند. در این یورش جنایتکارانه یک پسر بچه خردسال مصدوم شد. Я там не фестивал, я там не фестивал.